23 دی ماه سال 1306 کلنگ تأسیس اولین راه آهن سراسری ایران زده شد. وقتی مسافران از ایستگاه مرکزی راه آهن شهر تهران خارج میشن، با طولانی ترین خیابان خاورمیانه برخورد میکنن. خیابانی به طول 17 کیلومتر با انبوهی از چنارهای کهنسال که میدان راه آهن در حاشیه کویر رو به منطقه سرد و کوهستانی میدان تجریش واقع در شمال تهران پیوند میده. من نوا توکلی مهر، معمار منظر و شهرسازی، مدتیه که مشغول تحقیق روی پروژه خاطرات جمعی در فضاهای شهری هستم. امروز سفرم رو از خیابان ولیعصر آغاز میکنم. در طول مسیر قراره از مکانهای بسیاری بازدید کنم و به سراغ افرادی برم که خاطرات جمعی مستندی از زمان شکلگیری این خیابان تا به امروز در خاطر دارم. اولین دیدارم چند قدم بالاتر از میدان راه آهن در قهوه خانه آذری است. قدمت بنای این مکان به دوران قاجار برمیگرده و امروز از پاتوق‌های پر رونق جنوب خیابان ولیعصر محسوب میشه. دیشب زن من گفت به من میرزا قلمدور، گفتم بله قربون بله قربون بله قربون، گفت فردا میشی حاکم میدون، گفتم بله قربون بله قربون بله قربون. اصلا اول خودتون بگین چرا به شما میگن پدر بزرگ شهر تهران؟ من بچه‌ام اینجا، دارم میدون راه اینجا. اینجا من به دنیا آمدم. پدر مادرم هم اینجا به دنیا آمدن، اینجا ازدواج کردن، همینجا بودیم، ما بزرگ شدیم از اینجا. خیلی چیزا از تهران من میدونم، شهر منه، زادگاه منه، باید من چیزایی بدونم. البته اینم بهتون بگم، تهران من این نبود، تهران من شمارش 400 آباد بود، اینقدر کوچیک بود. تهران شهر من 400,000 جمعیت داشت، نه 14-15 میلیون. اینجا همه بیابون بود، این 3-4 باغ بود و کل این منطقه رو بهش بودن سبزکار امین‌الملک. مملکت خیلی خراب بود، وضعیت پولی نبود، درآمدی نبود، هیچ چی نبود. اداره این یک افتضاحی بود که داده مالیاتی که رضا شاه بس به قنوش شهر کیلو 5 شه، یعنی 4-5 شه میشه یک ریال یا قرون، با اون راهن سراسری رو ساخت. بعد اومدم و وارد خدمت دولت شدم در راهن و 32 سال اینجا بودم و من یادم نمیره وقتی که راهن تهران یعنی راهن ایران از دو جهت مهم بحث شد، جشن گرفته بودم، مردم ریخته بودن، تمام این بیابون پوشونده بودن، اینقدر خوشحال شده بودن که با بالاخره ایران دارای راهن شد. میتونم بگم جوانی ما بغل ریلای راهن گذاشتم، زنم هم اینجا کار میکرد، زنم همینجا باش ازدواج کردم، من با زنم اینجا ازدواج کردم، مرگش هم اینجا دیدم، اینجا رو دوشم گذاشتم بردم، همه چی تو راهن، یعنی کل جوانی منو با خاطرات من با راهن. در جنوب خیابان ولیعصر و محله امیریه شهر قدیم قاجاری قرار داشت. در زمان قاجار مسیر فعلی خیابان ولیعصر کوچه باغی در حدود 4 کیلومتر بود که به نامهای باغ جنت، امیریه، باغ انگوری و خیابان جناب وزیر شهرت داشت. وجود خانه های اشراف و وابستگان به دربار قاجار در این مسیر موجب ساخت بناهای باشکوهی در این بخش از خیابان شد که بعضی از اونها هنوز هم پابرجاست. اما قبل از دیدن این مکانها در جستجوی خانه شاعری هستم که در این محدوده متولد شده. فروغ فرخزاد سال 1313 در محله امیریه و در کوچه خادم‌آزاد متولد شد. اون با انتشار 5 دفتر شعر
یکی از پیشگامان شعر نوین فارسی در عصر حاضر شناخته میشه. به من گفتن منزل پدری خانم فروغ فرخزاد تو این کوچه است. شما میدونین کدوم خونه است؟ نمیشناسین؟ بله؟ اصلا نمیشناسین. اطلاع نداریم. بله، فروغ فرخزاد خونهشون اینجا بود. سلام. خواستم بدونم منزل پدری خانم فروغ فرخزاد همین خونه است؟ بله. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است، به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای، و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. در تقاطع خیابان ولیعصر با خیابان مولوی که در گذشته به گذر مشیرالسلطنه معروف بود، مسجد و مدرسه قاجاری مشیرالسلطنه قرار داره. ساختمان به سفارش نخست وزیر محمد علی شاه قاجار، میرزا احمد خان مشیرالسلطنه در دوران مشروطه بنا شد. تهرانی ها به این ساختمان مسجد ساعت هم می گفتن. دلیل این نامگذاری هم وجود ساعت بزرگی در مؤذن خانه مسجده. از یه ور منو میبری به 50 سال پیش، 60 سال پیش، 65 سال پیش. حتی من خاطرات 2-3 سالگیم هم دارم. زندگی من از 30 سال پیش شروع نشده. زندگی من 70 و اندی سال پیش شروع شده. و اما برگردم از خاطراتی که به زندگی و پیوند ما با این خیابون از امیریه تا پهلوی براتون میگم. خب پیوند اون موقعی به وجود اومد که من در یکی از کوچه های خیابون امیریه دنیا آمدم، کوچه مهدیه، که من یادم میاد زیر چنارای بلند خونه کوچه مهدیمون تو حاشیه باغچه ها را می رفتم، زیر لب شروع می کردم حفظ کردن درس های مدرسه. و حتی اگر الان برم ببینم یه کوچه یه باریک خشک بیدار و درختی هست، بازم وقتی چشمم رو ببندم صدای آب قنات میاد، صدای بلبلا میاد، عطر گلای ابریشم که شاخه هاش آمده بود از روی دیوار خونمون توی کوچه آویخته بود، اونا میاد و خنکای اون آبی که توی جوب میامد از رو پاهای لخت ما رد میشد. یکی دیگه از خاطراتی که من از خیابون امیریه دارم، روزی بود که جسد رضا شاه از افریقای جنوبی آورده بودن به ایران و از خیابون ما عبور میکرد که ببرن و به خاک بسپرن. تصور این که یک کسی که شاه بوده مرده و ناشناختگی مرگ که مثلا پا میشه وامیسته میبینه میفهمه، همه اینا یکی دیگه از اون خاطراتیه که من کنار خیابون امیریه تجربه کردم. یعنی فقط خاطره پدر بزرگ نیست، خاطره خانواده نیست، بلکه خاطره و هویت شهریه که توش به دنیا آمده. آی ما
مسلمونا شب جمعه بین از خدا بخواهید خدا یه ثبات قدمی بهتون بده، یک ایمان ثابت و راسخی پیدا کنید. الهی به آبروی امام زمان در راه خودت ما رو ثابت قدم بده. روبروی مهدیه تهران که بنیان اون رو شیخ احمد کافی گذاشت و مهمترین مرکز مذهبی در جنوب خیابان ولیعصر، به خانه سوگلی ناصرالدین شاه میرسم. انیس‌الدوله سوگلی وثیقه 99 ساله ناصرالدین شاه بود. گفته میشه شاه بیشتر از 84 زن در حرمسرا داشته، اما مقام انیس‌الدوله بر سایر همسران شاه برتری داشت و میتونسته برخلاف دیگر زنان حرمسرا با شاه دعوا و یا حتی قهر کنه. انیس‌الدوله اولین ملکه تاریخ ایران بود که به سفر اروپا رفت. او نسبت به شاه بسیار وفادار بود و روایته که پس از مرگ ناصرالدین شاه، زمانی که حقوق انیس‌الدوله را براش فرستادن، با مشاهده تصویر شاه بر اسکناس ها بیهوش شد و پس از مدتی از دنیا رفت. خانه انیس‌الدوله از معدود خانه های بجامانده و پابرجا از عصر قاجاره که ارزش میراث فرهنگی داره. امروز این بنا نه موزه است، نه کتابخانه و نه مرکز اسناد. اینجا اتحادیه قصابان و گوشت گوسفندی تهران. از کنار بقایای یک شهر بازی قدیمی و چند سینمای مخروبه عبور می‌کنم و به سر پل امیر بهادر و خانه امیر بهادر می‌رسم. حسین پاشا خان، ملقب به امیر بهادر، که وزیر جنگ مظفرالدین شاه و محمد علی شاه قاجار بود، در این خیابان زندگی می‌کرد. امروز خانه امیر بهادر دفتر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران. دومین میدانی که در بخش قاجاری خیابان ولیعصر به اون میرسم، میدان منیریه است که ساخت مترو و وجود مراکز فروش لوازم ورزشی تهران در این منطقه هویت تاریخی این محله رو کاملا از بین برده. خیابان ولیعصر رو باید یه موزه معماری معاصر ایران فرض کنید شما، چون از خونه های دوره قاجاری، اونایی که باقی مونده، اینا خونه های دوره تجدد هستن. خونه‌های دوره تجدد خونه‌های برونگرایی هستن، به بیرون نگاه می‌کنن، درونگرایی رو شما درش نمی‌بینید، بلکه وارث شدن متدهای اروپایی در معماری رو شاهدش هستید. شما هر چیزی که از گذشته در ولیعصر دارین، عناصر با کیفیتی هستن، چه در زمینه شهرسازی و چه در زمینه معماری. خیابون ولیعصر نشانه های 200 سال تاریخ معاصر ایران رو در خودش جمع کرده. یکی دوره قاجار هست و یکی در دوره معاصر. سلیمان بهبودی میگه که من هر روز شاهد این بودم که رضا شاه از کاخش در محل تقاطع خیابان امام خمینی میامده بیرون و قدم میزده توی شرق. یک روزی از خاکریز کنار خنده بالا میره و بر میگرده به سلیمان بهبودی، میگه که به کریم آقا بگو که فردا بیاد اینجا. کریم آقا بزرجمهری اون موقع شهردار تهران بود. شهردار میاد اونجا و رضا شاه بهش دستور میده که خندق رو در این محل پر کنه. دلیل توسعه رفت پیدا کردن دو تا مرکز حکومتی بود یا دو تا محل اقامتی بود که رضا شاه داشت. یکی در محدوده فعلی کاخ مرمر در تقاطع خیابان امام خمینی و یکی هم مجموعه سعدآباد. این راه جدید همون راهی استش که امروزه ما بهش خیابان ولیعصر. پیاده‌روهای عریض در دو طرف، دو تا نهر در دو طرف، ردیفی از درختان چنار هستن که پهن‌برگ هستن و سایزساز هستن و یک محیط فرح‌بخش رو ایجاد می‌کنن. پس زمینه البرز یکی از عوامل شکل دهنده مباحث زیبایی شناسانه در مورد خیابان ولیعصر است. ولیعصر
طولانی ترین چنارستان تهران هست، طولانی ترین چنارستان ایران هست و طولانی ترین چنارستان جهان هست. تصویر هوایی کاخ مرمر در تقاطع خیابان ولیعصر با خیابان امام خمینی که به دلیل قرار گرفتن کاخ مرمر یکی از چهار راه‌های مهم خیابان ولیعصر. کاخ مرمر به دستور رضا شاه و در زمین‌های خاندان فرمانفرماییان ساخته شد و از زمان تأسیس تا امروز مهمترین مرکز حکومتی ایران. صبح 3 آبان ماه 1338 فرح دیبا با اسکورتی ویژه پس از عبور از خیابان پهلوی، خیابان ولیعصر فعلی برای برگزاری جشن نامزدی به عنوان سومین همسر محمد رضا پهلوی وارد کاخ مرمر شد. در 4 آبان ماه 1346 شاه به همراه خانواده خود کاخ مرمر را به قصد کاخ گلستان برای انجام مراسم تاجگذاری ترک کرد. پس از اتمام مراسم، خانواده سلطنتی از کاخ گلستان خارج شدند، گشتی در شهر زدند و از چهارراه پهلوی، چهارراه ولیعصر فعلی در مسیر جنوب خیابان ولیعصر به کاخ مرمر برگشتند. در سال 1355 کاخ مرمر به موزه پهلوی تبدیل شد و تا سال 1357 بازدید از کاخ موزه مرمر برای شهروندان آزاد بود. اما پس از انقلاب موزه پهلوی تعطیل شد و مدتی از این کاخ به عنوان مقر کمیته انقلاب اسلامی استفاده شد. کاخ مرمر از جمله کاخهایی که در جریان انقلاب به موزه تبدیل نشد و امکان بازدید برای عموم و هر گونه تصویربرداری از محوطه درونی و بیرونی کاخ ممنوعه. امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مکان فعالیت داره. روبروی کاخ مرمر و در کنار هنرستان عالی موسیقی ایران منزل پروفسور یحیی عدل پدر جراحی نوین ایران قرار داره. پروفسور عدل پزشک مخصوص خانواده پهلوی بود و رفت و آمدهای فراوان او به دربار او را به شخصیتی سیاسی هم تبدیل کرد و از چهره‌های پرنفوذ پهلوی دوم شد. خب اینجا خیلی تغییر کرده، یه خورده آبادتر شده. اون موقع یه طورایی متروکه شده بود. این محوطه که وارد می شدیم اینجا یه حوضی بود که می رفتیم به اون محوطه که اینجا استخر بود. محمد رضا شاه علاقه شدیدی به پروفسور عدل داشت. شاید اصلا علت اینی که این خونه اینجا واقع شد به خاطر این مراوده‌ای بود که این از دوره ولیعهدی با محمد رضا شاه داشت. به خاطر همین رابطهش خیلی کله ها رو از دار نجات داد. خب چیکار می‌خوای بکنی؟ اساس کارتو بگو. اساس کارم روزا تو من باش مصاحبه زیادی کردم. تا اونجا که جوون بود و رفت فرانسه و درس خوند و شفت و کلینیک شد و فلان و بیشتر هم اینا رو میگفت. در همون پیاد شروع میکنن به دانشکده پزشکی رو درست کردن و این به اصطلاح به عنوان استاد جراحی شروع میکنه به اصطلاح بنیان جراحی نوین رو گذاشتن با شاگردای اون موقعش. موسیقی
تصویر دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران در خانه ایست که بالاتر از کاخ مرمر و در نزدیکی خیابان ولیعصر قرار داشت. او کسی بود که صنعت نفت ایران رو از انحصار انگلستان خارج و ملی اعلام کرد. در 28 مرداد 1332 جمعی از هواداران محمد رضا پهلوی با عده‌ای از چماقداران علیه دولت مصدق کودتا کردند و این خانه را به آتش کشیدند. اما مصدق توانست قبل از ورود اراذل اوباش به خانه از راه پشت بام خارج شود. اوایل دهه 40 در تقاطع فعلی خیابان انقلاب با خیابان ولیعصر کاف شهرداری قرار داشت که از پاتوق‌های مهم روشنفکران اون زمان بود. کاف شهرداری در سال 1346 برچیده شد و به جای اون در سال 1351 تئاتر شهر افتتاح شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 مدتی فعالیت‌های نمایشی این مجموعه متوقف شد، اما با شروع جنگ 8 ساله از سال 1359 با برگزاری همایش‌های مرتبط با جنگ فعالیت‌های نمایشی مجموعه تئاتر شهر از سر گرفته شد که تا امروز هم ادامه داره. من مدت‌ها بود اینجا نیومده بودم. این محله واسه من یه محله نوستالژیکه، یعنی از بچگی اینجا به دنیا اومدم، زندگی کردم، مدرسه هم همینجا بود، دبیرستان البرز میرفتیم و این پارک هم محلی بود که ما میومدیم درس میخوندیم. یه خورده پایینتر آندره بود. آندره یکی از بهترین ساندویچ فروشی‌های اون موقع تهران بود و یه صفحه فروشی بتوون یه خورده بالاتر بود و با توجه به این که دو تا از بهترین المان‌های شهری مثل تئاتر شهر، مثل تالار رودکی به خورده قبرتر شکل فرهنگی خودش رو به طور خیلی اکتیو و فعالی در حقیقت اینجا می داشت. بهترین آرتیستای اون زمان اینجا کارهای حجمی رو به اصطلاح گذاشته بودن، ولی خب الان نگاه میکنیم ببینیم که مثلا چقدر بیتوجهی به سایت اینجا، یعنی یکی از بهترین کارهای مجسمه سازی محسس رو از اینجا جمعش کردن. تا اینجا وقتی از این زاویه نگاه میکنی کار پیچیده‌تر میشه، یعنی تو دیگه بعد میرسی به همچی ساختمونی مثل مسجدی که دارن میسازن و در تقابل با این فضا واسه وارد مسئله قرار بدی. یعنی ولی ترسی که دارم اینه که الان این موج بساز بفروشی ها تمام ساختمونایی رو که این کاراکتر این محله رو تعریف میکرده در انهدامه. خب ما وقتی بخوایم اینجا رو پیش ببریم ایاش کنیم، بعد میاد اون بحث خاطره مطرح میشه. یعنی چی؟ یعنی تمام المان‌های مهم معماری که اینجا برای خودش یک تاریخی رو داشته خب میاد بالا. حالا من تو این کوچه ها بریم قدم بزنیم، میزان زیادی ساختمان‌های زیبا بهت نشون میدم که اصلا ما متاسفانه همه رو در حال داغون کردن. چهارراه ولیعصر محل تقریبی همون خندق قاجاری بود که به فرمان رضا شاه پر شد تا خیابان ولیعصر به سمت میدان تجریش ادامه پیدا کنه. تقاطع خیابان ولیعصر با خیابان انقلاب به دلیل وجود مراکز متعدد دانشگاهی از گذشته تا به امروز مرکز ثقل بسیاری از رویدادهای اجتماعی و سیاسی بوده. در سه دهه گذشته راهپیمایی‌های مکرر سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و روز قدس، اعزام کاروان‌های مختلف سربازان به جبهه‌های جنگ و تشییع پیکر شهدای جنگ 8 ساله در این تقاطع اتفاق افتاده. وقتی که جرقه‌های اعتراض علیه حکومت پهلوی زده شد، شعله‌های اون در خیابان انقلاب اوج گرفت و تقاطع خیابان انقلاب با خیابان ولیعصر نبض این اعتراض ها بود.
شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره از توی زندون مثل شپره با خودش بیرون میبره اونجا که شب سیام تا دم سحر شهیدای شهر با فانوس خون جان میکشن تو خیابونا سر میدونا عمو یادگار مرد کینه دار مستی یا هشیار خوابی یا با تغییر حکومت پهلوی به جمهوری اسلامی در ابتدا خیابان پهلوی به خیابان دکتر محمد مصدق و بعد از مدت کوتاهی به خیابان ولیعصر تغییر نام داد. سال پیش من تو همین مرکز نمایشگاهی داشتم و یکی از مهندسایی که برای اولین بار بهشون سفارش داده بودن که بستر خیابون ولیعصر رو به اصطلاح بهسازی کنن و طراحی مبلمان بشه از من خواست که یکی از این سنگایی که معمولا توی رودخونه ها میذارم بذارم توی یکی از این جوبا. در چه یه روز سوار دوچرخم شدم اومدم اینجا و این تجربه رو دوست داشتم چون اغلب کار ما محکوم به این بود که در یه محیط دور افتاده و دور از مخاطب عام شکل میگیره. دوست داشتم فرایند هنر رو در یک محیطی که مردم عادی حضور دارن به نمایش بذارن. پیشنهاد دادم که رو خود سنگایی که اینا کار میکنن من رو اونا کار کنم. اغلب مردم وای میسادن فرایند کار رو نگاه میکردن و یک بار یه نفر اومد سنگ قبل من سفارش داد. یک نفر برای پله خونهشون دوست داشت این کار رو انجام بده. و یادمه که متاسفانه اون پایین یه پاتوقی برای زنهای خیابونیه. یه شب یه خانم یه چیزی رو راجع به کارم گفت که انگار یه سیلی بهم زد و گفتش که تو آدم ها رو زیر پا کار میکنی که بگی کرامت انسان زیر سوال رفته. بعد چون یه عکس جنین رو من تو همین مرکز دیده بودم که تو جوب افتاده بود، جنینایی رو کار کردم که اینا رو برش میزدم و اینا بیشتر موزل اجتماعی بود. ولی منی که این داستان رو شروع کردم از تقاطع طالقانی جلوی این گلیم فروش ها و انتهاش جلوی بازار رضا تو شارهای ولیعصر بود، متوجه شدم که خیابونیه که شاه و گدا توش هست، فقیر و غنی توش هست. آدم هایی که مثلا این بالا بودن کنار گلیم فروش ها، من به عنوان محیطگرا نقش های گلیم رو جلوی گلیم فروش ها کار کردم. جلوی مرکز فرهنگی یه موضوع آفرینش رو کار کردم. جلوی مهد کودک از طراحی کودکان استفاده کردم. این چیزی که اینجا تجربه کردم یه گالری زنده بود، یعنی اگه مردم وقت ندارن بیان گالری کارو ببری فرش کنی زیر پاشون. بالاتر از چهارراه طالقانی بقایای متروکی سینما رادیو سیتی قرار داره. این بنا در دهه 50 یکی از مدرن‌ترین سینماهای ایران بود که جشنواره‌های معتبر جهانی در اون برگزار می‌شد. سینما رادیو سیتی در گرماگرم وقایع انقلاب در آتش سوخت. سومین میدانی که به آن میرسم میدان ولیعصر است. این میدان در نزدیکی اراضی بهجت آباد بود و نهری که به اون میریخ نهر آبکرج نام داشت. در گذشته از این نهر برای آبیاری زمینهای کشاورزی اراضی بهجت آباد و تأمین بخشی از آب آشامیدنی تهران قدیم استفاده میشد. با مدرن شدن تهران نهر آبکرج در سال 1339 بازسازی شد
و به مناسبت ورود ملکه انگلیس الیزابت دوم به تهران به بولوار الیزابت تغییر نام داد. در اواخر دهه 40 تهران مدرن نیاز به مراکز تفریحی جدیدی داشت و محدوده این بولوار و میدان محل سرگرمی‌های جدید تهرانی‌ها. اون موقع اینجا اولا تازه ساخته شده بود، محل تفریح مردم بود و جایی بود که خیلی با کلاس بود، هنوز خیلی پارک و اینا نساخته بودن که مردم دیگه عادی بشه براش. آره اینجا سن ارکستر بود، پیانو فرهاد اینجا بود، بقیه بچه های گروه اینجا ایستاده بودن، اینجا هم که سن رقص بود، ملت اینجا میرقصید. من از قبل از انقلاب طلا اصلا پام اینجا نشتم، اولین بار اومدم بعد از انقلاب اینجا. خیلی تغییر کرده اینجا، اینجا اصلا اون چیز سابقو نداره. یه سن گردی داشت که الان اصلا سنی شما نمیبینی اینجا، اون گوشه بعد بار داشت، جران شده یه رستوران عادی. من فقط وارد که شدم حس کردم اومدم تو کوچین. اگه من چشم منو می‌بستم می‌اومد این تو ببینم میگم چه کوچینی الان. بعدم چشمم به این سن افتاد و عکس فرهاد رو دیدم، دیگه خیلی دیگه یاد بچگیم افتادم. یادش بخیر. بلک کات اینجا رو معروف کرد. اون گروه باعث معروفیت این کوچینی شد. اینجا یه مکان بود. تو اون گروه باعث شد که خیلی ها اینجا بیان برن، خصوصا وجود زنده یاد فرهاد خیلی تاثیرگذار بود. این باعث شد که من یواش یواش تمرینامو زیاد کنم، موسیقی زیاد گوش کنم و چانس آوردم با افراد حرفه‌ای زود آشنا شدم. اینجا یکی دو بار با شهرام شبپره اجرا داشتم اینجا. وقتی میزدیم گرم که میشدیم دیگه دختر و پسرها دیگه سوت و جیغ و داد و آره یادش بخیر. Don't forget my address. Here's Farhad from Darozghar. All right! Yeah! Come on! Hey, hold it up! زوال اجتماعی ایران به خاطر فروش نفت قیمتش رفته بود بالا، این جور محیط‌های به اصطلاح فرهنگ غربی رواج پیدا کرد. بیشتر اینجا هم اکثرشون از میدان ولیعصر بالا بود. تمام کلابا، رستوران ها اکثرشون خیلیشون ارکستر داشتن، مثل چاتانوگا، مثل نمیدونم کابار ونک، مثل درایوین سینما یا جای دی کیج، لابوهم و بیشتر تیپ های انتلیکتوال و مردمی که خود سطح سوادشون بالاتر بود و هنرمندا و هنرپیشه ها و اینا بیشتر اینجا جا جمع شدن. خیلی باز بود فضای اجتماعی، فضای سیاسی بسته بود، یعنی از سیاست نمیسی حرف بزنی زیاد، در خفا چرا، اما در جمع نمیسی اظهار نظر سیاسی بکنی یا ایرادی به شاه بگیری بگی مثلا شاه فلان کارش اشتباس مثلا، نمیتونی این حرف رو بزنی. پیروزی انقلاب اسلامی، خاطره تعطیلی کاباره‌ها و سینماها بخشی از خاطره جمعی شهروندان در این خیابان را تشکیل داده. اما با گذشت بیش از 3 دهه از وقایع انقلاب، میدان ولیعصر همچنان مورد توجه شهروندان و خاطرات جمعی مردم تهران در تجمع‌های مختلف خیابانی در این میدان شکل می‌گیرد.
بهار جان ها ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا، ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در روح و جان پدر به رقصا، آمد بهار جان ها ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی کیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، از عشق تاج داران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد ای خوش کمر به رقصا، در دست جام باده آمد بوتم پیاده، گر نیستی تو ماده سان شاه نر به رقصا. در دهه 50 از جنوب خیابان ولیعصر تا تقاطع خیابان بهشتی فعلی فضای زنده و پر رونقی وجود داشت. شکل‌گیری مراکز آموزشی، درمانی و تفریحی جدید و وجود آبادی‌های یوسف‌آباد و عباس‌آباد از دلایل رونق خیابان تا این منطقه بود. اما از تقاطع خیابان بهشتی فعلی به سمت شمال، خیابان رفته رفته شکل جاده داشته و مراکزی که از این منطقه تا تجریش دایر شدند، مجموعه مراکز تفریحی مجلل مثل رستوران‌ها و هتل‌ها، کافه‌ها و کلاب‌ها، باغ‌های بزرگ بیرون شهر و جنگل سائی بوده که بعضی از این مراکز همچنان پابرجاست. بعد از گذر از پارک سائی به چهارمین میدان خیابان ولیعصر، میدان ونک نزدیک می‌شم. تا سه دهه پیش اینجا محل ساختمان نخستین پاتیناژ تهران قصر یخ و کمی بالاتر شهر بازی فانفار بود که از تفریحگاه‌های مهم میدان ونک بودند. امروز ساختمان قصر یخ به دانشگاه تبدیل شده و دیگه اثری از هیاهوی کودکان در شهر بازی فانفار نیست. تو این مسیر طبیعتاً یکی از بهترین نقاط میانی همین میدان ونک بود به خاطر روستای ونک. روستای ونک یه روستای تاریخی و یکی از مهمترین روستاهای شکل دهنده تهران بود که تا اون دوره هنوز خارج از شهر بود و یواش یواش حاشیه تهران به مرور توی این دوره سالهای 30-40 اومده بود، رسیده بود به باغای ونک، یعنی باغای ونک شده بود تفریحگاه‌های بیرون شهر تهران. همین فضا شروع کرد به رشد کردن و رفتن جلو به طرف تجریش از این ور و از این طرف به بالا. ما کلی از کافه ها رستوران ها رو داشتیم، خیلی همتا بود با همون چیزایی که ما تو فیلم های اروپایی و امریکایی تو همون دوره میدیدیم. همون فرهنگ اومده بود اینجا و یواش یواش مردم با اینا داشتن اخت میشدن، با اینا یه زندگی در حقیقت مدرن شهری رو داشت اینجا شکل میگرفت و رشد میکرد. ولی اون طرفش ویژگی های ایرونی خودش هم این فضاها داشت. مدرن شدن تهران فضا هم شروع کرد مدرن شدن، یواش یواش تو مسیر این چنارستان ولیعصر شروع کرد این زندگی به حرکت کردن. حتی میگم طبقات فرودستر جامعه هم، طبقات کارگری هم می اومدن می رفتن تا اون بالا و نهایتاً یه گردوی می خریدن، تواناییشو داشتن. یه کباب کوبیده های مسیر خیلی معروف بود. من خودم جوونیم با همینا شکل گرفت. چنارستان ولیعصر بخشی از شریان حیاتی تهران رو شکل می
میداد به نظر من به یه نوعی میشد گفت که ستون فقرات بود. از جملهش تو میدون ونک مثلا همین زمینی که الان ما یه مخروبه با این سیم خاردار متجاوز کنار سرمون داریم میبینیم که حالا این به خاطر اینه که قراره مثلا یه هتل متجاوز تری توش بعدم بسازن. اون موقع یه مینی گلف اینجا احداث شد سالای 48-49 میومدیم اینجا مینی گلف تا سالای 50 بعد یکی از اولین سینماهای باز شهری درایوین سینما اینجا احداث شد و یه سری سینماهای دیگه اینجا که من یادمه که چه پاتوقای مفرحی بود. شایسته خیابون ولیعصر این چنارستان نیست، شایسته اون آدمایی که اینجا راه رفتن، صحبت کردن، اونایی که شادی کردن، اونایی که تو این کافه ها زندگی کردن و شمایی که الان دارید زندگی میکنید و نسلای بعدی که باید بکنه، این فضا شایسته همه اونا باید باشه. دلم واسه اون پرنده های اینجا میسوزه خیلی وقت آورد. از اون ور میبینی که موشا مثلا فرصت زندگیشون بیشتر از اونا شده. من یه دوره ای مفتون اینا شدم، قبلش کبوترها رو بیشتر میکشیدم، به نظرم لطیفتر بودم، ولی بعدن دیدم که نه واقعا خود این کلاغا خیلی موجودات مهمی هن. چون اینا هم شهروندن، اینا هم همسایه های ما تو این شهر، اونا هم حق دارن. من الان صبح با صدای این بلبل خورمه ها از خواب بیدار میشم و همینطور کلاغا. بعد از تقاطع خیابان میرداماد و برج‌های اسکان به بزرگترین پارک خیابان ولیعصر میرسم. پارک ملت زمین بایری بود که در مسیر جاده پهلوی قرار داشت. همین ویژگی باعث احداث پارک ملت در سال 1345 در دو فاز شد. فاز اول به موازات خیابان ولیعصر و به طول 1000 متر ساخته شد که در گذشته به بولوار کنار جاده معروف بود. کار ساخت فاز دوم با الهام از پارکسازی انگلیسی در تپه‌های غربی ادامه یافت و در سال 1353 به بهره برداری رسید و پارک شاهنشاهی نام گرفت. پس از افتتاح طولی نکشید که پارک ملت به مهمترین تفرجگاه تهرانی ها تبدیل شد. این استودیو وحشت بود، بیابان بود، زمستان بود، با صدای فریدون فرخزاد. شب بود بیابان بود زمستان بود، شب بود بیابان بود زمستان بود، شب بود بیابان بود زمستان بود، شب بود بیابان بود زمستان بود. از زمان تأسیس پارک تا به امروز پاتوق‌های متنوعی در این محدوده شکل گرفته. خاطره نمایش‌های پرویز صیاد در سالن کوچکی که روبروی پارک ملت قرار داشت و وجود رستوران‌های سورنتو، چاتانوگا و بقایای مخروبه کلاب برج که همچنان در خیابان ولیعصر قرار دارند، بخش دیگری از خاطرات جمعی مردم با پارک ملت را تشکیل می‌دهد. بعد از پارک ملت، از کنار مجموعه بزرگ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که قبل از انقلاب سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران نامیده میشد عبور میکنم و به ساختمان قدیم کلوب آلمانی ها میرسم. این کلوب در گذشته محل تفریح آلمانی های مقیم تهران بوده. اصولا قسمت شمالی خیابان ولیعصر از جهت طبقاتی به طبقه مرفه از جامعه تعلق پیدا می کرده. در این قسمت از خیابان ولیعصر شما
معمولاً جاهای خیلی شیک و لوکس رو داشتید. پاییز 1356 کانون نویسندگان ایران در محل معروف به کلوپ آلمان ها که زیر نظر در واقع انستیتو گوته بود، به مدت 10 شب شاعران و نویسندگان ایران مثل اخوان سالس، نویسندگان مثل بهرام بیضایی، محمد قاضی و محمد زهری، سیاوش کسرایی برگزار می شد. غلام حسین ساعدی از نویسنده هایی بود که اینجا هر شب حضور داشت به علت پزشک بودنش که اگر اتفاقی افتاد، و خودش هم یه سخنرانی کرد. من به حکم شغلم میخوام راجع به شبه وبا یا شبه هنرمند صحبت بکنم. شبه هنرمند موجودیست بی فرهنگ ولی متظاهر به فرهنگ، همچنان که یک محیط آلوده میتواند باعث شیوع هر نوع بیماری شود. وضع اجتماعی موجود برای پدید آمدن این شبه هنرمندان شرایط لازم را به حد اکمل فراهم کرده است. تصور کنید سال 56 در هوای باز زیر این درختان دکتر هانس بیکر رئیس انستیتو گوته که رئیس اینجا هم بود اومد گفت جمعیت اونقدر زیاده که ما اون رستورانمون دیگه نمیتونه کار کنه. صدای سیمین دانشور رو میشنوم که میگه مگه من توفه هم، وقتی که براش تشویق میکردن مگه من توفه هم. خودش خانم سیمین دانشوره برای ما، هم یادگار جلال آل احمد. هنرمند راستین آزادی خواه هست و علیه نابسامانی های جامعه خود مبارزه میکند و وقتی با عوامل بازدارنده مواجه میشود محکوم به خاموشی میشود و به هر جهت دیگر نمیتواند واقع گرا باشد. تو 2 شب آخر دیگه سربازای گارد تو همین خیابون روبروی ایستاده بودن برای اینکه کم کم جمعیت به هیجان آمده بود و مثلا سعید سلطانپور که تازه از زندان آزاد خود رو شعر خون و زمزمه میشد که جوونا بریزن رستوران چاتانوگا که 2 تا خیابون پایین تره بگیرن اشغال کنن و اینها. 10 شب شاعران نویسندگان در این محل دومین یا سومین حرکت روشنفکری ایران بوده از اولین شبی که در 1324 در خانه وکس در محل انجمن ایران شوروی، این یا دومین یا سومین اجتماع روشنفکری ایران بوده و این در حال تاریخی است چه بخوایم چه نخوایم. از تقاطع خیابان ولیعصر با بزرگراه شهید شمران یا پل پارکوی که عبور میکنم متوجه میشم از این تقاطع به سمت تجریش تعداد چنارهای اطراف خیابون بیشتره. نزدیکی به کوهپایه و آب و هوای خنک شمیران از عمده دلایل این سبزی و شادابیه. اما پس از پایان جنگ و به خصوص در 2 دهه اخیر موج انبوهسازی غیر متناسب به شمال تهران هم رسید و مدت هاست که رشد سعودی تخریب خانه ها و باغ های تاریخی این قسمت از خیابان ولیعصر هم شتاب گرفته. از چند باغ و خانه قدیمی باقی مانده در ناحیه شمیران نخست به موقوفات افشار میرسم. دانشمند ایرانی دکتر محمود افشار یزدی با هدف گسترش زبان فارسی و فعالیت‌های باستانشناسی بخش بزرگی از املاکش در خیابان ولیعصر رو وقف دانشگاه تهران کرد. امروز مؤسسه باستانشناسی و لغتنامه فارسی دهخدا در این ساختمان‌ها فعالیت می‌کنند. در حال حاضر مهمترین رویداد فرهنگی شمال خیابان ولیعصر که تقدیر از روشنفکران و هنرمندان برجسته ایران و جهانه در سالن اجتماعات کانون زبان فارسی در موقوفات افشار برگزار میشه. بعضی آدم ها اگر در این دنیا نبودن یک چیزی از این دنیا کم بود. برای ادبیات ایران سایه غنیمتی است که کم به دست می آید. شناختن من کار مشکلی نیست،
ما آدم های صاف و ساده هستیم به معنای واقعی از پشت کوه آمدیم دیگه. بالاخره این کوه بلند البرز برایت منو از برایت خیلی ها جدا میکنه. در همسایگی موقوفات افشار بالاتر از خیابان زعفرانیه، قصر قاجاری باغ فردوس هنوز هم پابرجاست. وقتی محمد علی شاه قاجار در شمیران قصر محمدیه رو بنا کرد، هر یک از رجال دربارش در همون نزدیکی اقدام به ساخت خانه های ییلاقی کردند. از جمله حسن علی میرزا حاکم وقت تهران باقی در نزدیکی تجریش ساخت که بعدها باغ فردوس نامیده شد. چندی پس از مرگ محمد علی شاه و رها شدن قصر محمدیه، باغ فردوس هم متروکه شد تا اینکه در عصر پهلوی وزارت فرهنگ تصمیم گرفت تا دبیرستان شاهپور تجریش رو در این ساختمان دایر کنه. با وقوع انقلاب اسلامی مدتی هم مرکز آموزش فیلمسازی اسلامی مهمان این باغ بود، اما امروز موزه سینمای ایران ساکن باغ فردوسه. در ادامه جستجوهام در اطراف خیابان ولیعصر از کنار باغ موزه هنر ایرانی که در گذشته خانه سپهبد امیر احمدی از رجال پهلوی اول بوده میگذرم و به خانه تاریخی پدر فیزیک ایران پروفسور محمود حسابی میرسم. این محله‌ای که شما توش هستین زمینای گندم دیم آقای مجذوب سلطان پدر بزرگ آقای دکتر جد ما بود. ایشون وقتی به عنوان قنسول از روسیه میان به ایران، یه مهندس روسی رو با خودشون میارن به اسم ویکتور، با یه معمار تفریشی به اسم حاج غلام حسین تفریشی. این ساختمانی که شما توش هستین کار همون ویکتور مهندس روس و همون حاج غلام حسین تفریشی در 98 سال پیش اینجا ساخته شده. که ایدیتو میگفتن باید بچه ها رو عادت داد به آفریدهای الهی احترام بذارن. دوتا باغچه من خواهرم ایدیتو اینجا دادن، ما پیازچه، تروبچه اینا اینجا میکاشتیم، بسته‌بندی میکردیم، دونی یه قرون 2000 با ایدیتو رو مادر میفروختیم که حاصل دسترنجمون باشه. بچه‌ای که بیان منزل دکتر حسابی رو تماشا کنن یاد میگیرن به مملکتشون علاقه داشته باشن، یاد میگیرن حفظ کنن میراثشون رو. خب ما چی میخوایم از زندگی؟ میخوایم ایران باقی بمونه دیگه. این اول بعد خودمون، این یه علامتی. اینقدر این شمرون قشنگ بوده، اینقدر این شمرون دلچسب بوده. موسیو پروتیوا، سفیر کبیر فرانسه در ایران، دوربینشو برمی‌داره، راه میفته توی کوچه باقیای شمرون، دربند، چشما، قناتا، قنات دکیان، قنات گلاب، یک کتاب نوشته با عکسای زیبا، شمیران زیباترین نقطه سبز جهان. شب تا صبح این کوچه ها مثل بهشت بود. یه دقیقه وای میستدین صدای بلبلا شما رو مست میکرد، بوی عطر گلا شما رو دیوونه میکرد، یا آسای درختی. این آدم اینقدر عاشق شمرون میشه، میاد تو خیابون مقصود بیک دم خونه ما یه باغ میخره 3 هکتار، وصیت میکنه من بعد از اینکه مردم بدن منو به پاریس نبرین، در باغم در مقصود بیک به خاک بسپرین. این آدم 8 سال پیش اومده ایران، یه مقدمه رو اون کتابش گذاشته، رفته فرانسه تجدید چاپ کرده، نوشته ملتی که به دست خودشون زیباترین داشته دنیا رو نابود کردن. خیلی قصصا. وقتی در مسیر مخالف رودخانه مقصود بیک
به سمت شمال و رشته کوه توچال حرکت می کنم، به مکانی می رسم که مهمترین دلیل احداث خیابان ولیعصر بوده. سعدآباد بر پهنه کوهپایه‌های توچال و دره سبز دربند در مساحتی حدود 110 هکتار قرار داره. این منطقه محل سکونت تابستانی و ییلاق شاهان قاجار بود و پس از به قدرت رسیدن رضا شاه با پیوند باغ‌های اطراف منطقه در وسعتی تازه به محل اقامتگاه تابستانی خاندان پهلوی اول اختصاص یافت. در عصر پهلوی در جای جای این پهنه سبز و در سایه چنارهای کهنسال سعدآباد، کوشکا و کاخهای دیگری برای خاندان سلطنتی در اون بنا کردند. امروز 18 کاخ بزرگ و کوچک در سعدآباد وجود داره که به کاخ موزه تبدیل شده. وجود تعداد بیشمار چنارهای کهنسال در سعدآباد، سازگاری این درخت با آب و هوای تهران و ایده کاشت چنارهای اطراف خیابان ولیعصر پیوند سبزی بود که بین کاخ مرمر و کاخ سعدآباد به وجود آمد. پس از طی این مسیر 17 کیلومتری به مقصد نهایی سفرم میدان تجریش میرسم. تجریش پنجمین میدان خیابان ولیعصر که برخلاف میدان راه آهن آب و هوای سرد و کوهستانی داره. تجریش مهمترین روستای تاریخی مرکز شمیرانات بوده و 950 سال پیش تجرش خوانده میشد. در عصر قاجار به دلیل حضور اعیان، رجال و سفارتخانه ها روستاهای شمیران رونق گرفتند و در این میان تجریش به عنوان مرکز شمیران بیش از سایر روستاها اعتبار داشت. وجود امامزاده صالح مهمترین مرکز مذهبی شمیران با تاریخ 1000 ساله که قدمت بقعه اون به قبل از سال 700 هجری میرسه مهمترین دلیل توسعه روستای تجریشه. در حیات امامزاده هم درخت چنار کهنسالی وجود داشت که شاید قدیمی ترین چنار تهران بوده، چنار پیری که امروز اثری از اون نیست. تنها چنار بزرگی که در تهران بود میگفتن چنار امامزاده صالح که یه زمانی هم خوش شده بود، یه پینه دوست توش بود، کفش تعمیر میکرد، کفش پینه دوزی میکرد، اندازه یه مغازه بود، واکس میزد 2001 قرون میگرفت، اموراتش هم میگذشت و یه صفایی داشت. همین مردم میبرن اینجا کفششون هم میدادن به این واکس بزنه برن تو چنار رو نگاه بکنن. همین تکیه، من بچه بودم یادم میاد، بهترین تکیه بود، تکیه امامزاده صالح. تو همین تکیه ما تعزیه میخوندیم محرم تا آخر ماه سفر، تمام این تکیه ها رو متعزیه میخوندیم. همین تکیه که الان میوه فروشی شده سابقه بسیار زیاد تعزیه داره. البته بازار دهنش بزرگتر بود، دکونه ها قدیمی بود، مردم به هوای این بازار میامدن زیارت هم میکردن، مثل همین الان که مردم میان زیارت میکنن. همه رقم مردم جمع می شدن، از شمران جمع می شدن، تهران جمع می شدن، از اطراف شمران جمع می شدن و سرگرمیشون تعزیه بود، مرکه بود، پهلوان بود، پرده می زدیم. سال همین پل تجریش ما بعد از ظهر تو همین خیابون تو همین میدان تجریش تعزیه می خوندیم. ساخت بنای اولیه پل تجریش بر روی رودخانه مقصود بیگ در دوره قاجار آغاز شد و غیر از خاطره تلخ سیلاب تجریش در سال 1366، سر پل تجریش از گذشته تا به امروز در خاطره جمعی مردم تهران مهمترین تفرجگاه در شمیران بوده. شب شنبه پیش بدون تشویش برفتم پی گشت سوی تجریش، بدیدم سر پل هرچی بخوای آدم قراش نیش، سیبیل دوگلاسی صورت صاف چهره پر ریش.
شبا خیلی شلوغه، پر از همه همه با صدای بوغه، سر پل محل راند و بوی فقر یا فروغه، هر آن کس این وسط نفل نشه دارای نبوغه. من از بچگی میادم میاد که صحبت هوای خوب که میشد میگفتن شمیران. خب میدونی شمیران به طور کلی در دامنه کوه البرز باید هوای خوب بخوان، جایی پیدا کنم آرامش داشته باشه، دراز میکشه چشاش میمز آرام بی سر صدا لذت ببرد. اون موقع ما از هوای تهران فرار میکردم میام اینجا هوای خوب بخوریم دیگه. حالا که خودتون میدونی که هوا نداره از هزر خمون پرابی هست بغره کوچه ما رد میشده. من از خشت احمد کنن تو که واسه خموزده من اونجا بودم میدیدم. در از یک هفتم نشده کمتر بوده ای تو که میگفتن که تمام خیابون پرایی وقتی تموم شد آسفالش تموم شد درخت کاری کردن، مردم رفتن درخت های جاده پرایی رو تماشا کنن ببینن راسته که سر تا سر خیابون پرایی درخت شده. میرم بله مردم درخت ها رو نگه میداشتن مثل که به جونشون بست. از خدا شد این ایدارم این واقعیت داره. هر کس میخواست خونه بسازه اولین فکر که میکرد جلوی در خونه چند تا درخت میتونه بکاره. یعنی درخت خاری تو خون ما ملت ایرانه. چنارا بزرگ شده تا سالها قبل سالی دو بار درخت ها شسته میشده سمپاشی میشدش. فقط افیدون ونن تا میدون ولیعهد سمپاشی نمیکردن. چرا؟ تو درخت های میلیون ها گنجش نمیکردن، شاید یه میلیون گنجش دارن جیک جیک میکنن. ببین چه ارکستر قشنگی بود. هیچ کس نمیتونست تو سر تا سر خواب پروی توفنگ دست بیره حیوانو چی کار بکنه. پلیس من میگو بفرمی برید نکنه این پرنده از این درخت که غر کنن برن. تمام گلدست های امامزاده ها مساجد ما تویور لکلک ها بودن. هیچ کس هم این لکلک ها رو اذیت نمیکرد. کوچ کردن رفتن همه. ما چنار امامزاده رو نمیبینیم نیست. چرا؟ چرا حفظش نکردن؟ چرا خوش شد؟ چرا جاکن کردنش؟ هنوز هم ما میریم شبهش رو میبینیم و فراموش نمی کنم. هنوز من میرم تو خیابون پهلوی هر خیابون برم میگم کنم به درخت هاش تمام درخت های خیابون پهلوی همه شناسم که قلمه شده که جونه زده که اومده اینجا کاشته شده. وقتی من کنم یه بخش خالیه دارم میسوزه. حالا یکی نیست بره بگه آقا این درخت هایی که خور شده این وسط افتاده چی شده؟ اگه شناسنامه داره جایگزین چی کردی؟ خیابان احداث شد بیش از 60 هزار نهال چنار در اون کاشتند و در میان هر درخت بوته گل سرخی قرار داشت. اکنون مدت هاست که اثری از بوته های گل سرخ نیست و از 60 هزار درخت چنار فقط حدود 8 هزار چنار پا برجاست. چنارستان به من فرصتی داد تا در سایه چنارهای تاریخی و سالخورده پایتخت بخشی کوچک اما مهم از خاطرات تهران رو مرور کنم. خاطراتی که با نفس‌های این چنارها زنده است.